گفتگو میکنیم با سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین الملل از روم. آقای جعفری، سپاه پاسداران مدعی ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک یا مافوق صوت پیشرفته شده. یک هفته پیش هم سپاه مدعی پرتاب موشک قائم صد در یک منطقه کویری در مرکز ایران شده بود، با این توضیح که این موشک ماهواره بر سه مرحله‌ای با سوخت جامد است. هدف چه هست از این مانورهای تبلیغاتی تسلیحاتی از سوی جمهوری اسلامی؟ ببینید، من تصور میکنم اون چیزی که در واقع در حوزه فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در این هفته ها ما شاهدش هستیم رو باید مرتبط دونست با تحولاتی که در داخل کشور و در جریان اعتراضات میگذره. مقام های جمهوری اسلامی ایران برداشتشون این هست که در شرایطی که نگرانی های امنیتی در داخل کشور به حد اعلای خودش رسیده، باید جلوگیری کنن از همراستا شدن این تهدید با یک خطر و تهدید خارجی. به همین منظور هم تصور میکنند که با انجام چنین اقدامات و آزمایش های نظامی احتمالاً کشورهای همسایه‌ای رو که شاید قصد این رو داشته باشند که حمله تسلیحاتی به ایران، حمله نظامی به ایران انجام داده باشند، انجام بدن رو باز بدارن از این هدف و در واقع به کشورهای همسایه این پیام رو منتقل کنند که هرچند ایران از نظر داخلی درگیر ناآرامی‌های هست و امنیت نظام جمهوری اسلامی ایران در واقع تحت تهدید جدی داخلی قرار گرفته، اما این دلیل نمیشه که از نظر خارجی اطمینان خاطر نزد مقام های جمهوری اسلامی ایران کاهش پیدا کرده باشه و در واقع هدفشون این هست که پیامی رو به کشورهای خارجی و منطقه‌ای ارسال بکنن. خب، همزمان با این خبرهای ساخت و آزمایش موشک ها، ماجرای ارائه پهپادها به روسیه هم داغ هست و البته واکنش های بین المللی. حالا این فراگیر شدن دامنه فعالیت های تسلیحاتی جمهوری اسلامی، البته بنابر ادعاهای مسئولان و مقامات، به لحاظ بین المللی تا چه حد چالش برانگیز خواهد بود؟ ببینید، از نظر چالش برانگیزی که خب قطعا بسیار قابل توجه خواهد بود، به این دلیل که در شرایطی که شما یک جنگی رو در نزدیکی مرزهای کشورتون دارید که تمام دنیا عملا یک طرف ماجرا هستند و روسیه طرف دیگر ماجرا، این که شما انتخاب بکنید که حمایت بکنید و همراهی داشته باشید با روسیه، نوعی میتونه از ضعف استراتژیک و راهبردی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نشأت بگیره. اون رو هم من فکر می‌کنم باید در چند قالب متفاوت این رو ارزیابی کرد. در درجه اول به نظر من مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این باور و شاید بشه گفت توهم رو در ذهن خودشون دارن که نظم بین‌المللی در حال تغییر هست و بعد از جنگ روسیه احتمالاً روسیه و چین در مقابل امریکا و غرب قرار خواهند گرفت و ایران هم میتونه در شرایطی که خودش رو نزدیک به روسیه کنه و کمک‌های بیشتری رو به روسیه ارسال بکنه، به ویژه کمک‌های تسلیحاتی، در این جبهه خودش رو تعریف کنه. ضمن این که از طرف دیگه بخش دیگه از ماجرا هم به این مربوط میشه که به هر حال روسیه با توجه به مشکلات و بحران‌های جدی که در جنگ با اوکراین درگیر شده، به هر ترتیب احتیاج داره به تسلیحات جمهوری اسلامی ایران و به نظر هم نمیرسه که فعلا در حال حاضر ارسال این تسلیحات ما به الازای در واقع متقابلی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته و در واقع یک نوع ارائه امتیاز یک طرفه از سوی ایران به روسیه بوده. و دست آخر، در کنار این مسائل، روز گذشته دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به شدت به اروپا و به خصوص آلمان واکنش نشون داد و اعتراضات داخل رو به کشورهای غربی منتسب کرد. از سخنگوی وزارت خارجه که بیانیه گروه 7 رو محکوم کرد و اون رو محرک، به گفته سخنگوی این وزارتخانه، اغتشاش داخل کشور نامید، تا وزیر امور خارجه ایران که به آلمان هشدار داد. اما دلیل این واکنش‌های شدید و حساسیت بر کشور آلمان چه هست از سوی جمهوری اسلامی؟ ببینید، در درجه اول ما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که این اتفاق و رویکرد جدیدی نیست که جمهوری اسلامی ایران ریشه و منشأ اعتراضات و ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های داخلی رو متوجه خارج از مرزهای کشور کنند. در طول دهه‌های اخیر همواره این رویکرد مشابه و تکراری بوده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران. اما از طرف دیگه این که فشار روی آلمان به صورت ویژه در روزهای اخیر وارد شده و ادبیات تندی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خطاب به
برلین مورد استفاده قرار گرفته رو به نظر من میشه در روی کردی که آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی در هفته های اخیر در قبال اعتراضات ایران در پیش گرفته تحلیل و ارزیابی کرد، به این معنا که وزیر خارجه آلمان در چندین نوبت در اظهار نظرهاشون تأکید کردند که آلمان قصد داره گام های فراتر از اون تصمیماتی که اتحادیه اروپا برای محکوم کردن حقوق نقض حقوق بشر در ایران صورت گرفته در دستور کار خودش قرار بده، ضمن اینکه قطعا برگزاری تظاهرات گسترده‌ای که ایرانیان سراسر اروپا در برلین شکل دادن هم دیگر مؤلفه‌ای هست که احتمالاً خشم بیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران رو به همراه داشته. سپاسگزارم از شما سعید جعفری، تحلیلگر روابط بین‌الملل، از همراهیتون.